تلویزیون خیلی به ما این برای بازگشتن به اون یه لوازمی میخواد که بخش عمدش اقتصاد بخش دیگرش باز تعریف مفاهیم مخاطب شناسی و نیازهای مخاطب تو قصه ایجاد فضاهای نو جدید بسترهای متناسب تغییرات امروز جامعه نسل مخاطبین اینا الان تو نوع نگاه به داستانها لحاظ نمیشه الان شاید ده هشتادی که میگن من اون دوران در کسفت مدیریت با هر دو عزیز دو تجربه خیلی متفاوتی داشتیم با هم یعنی فضاهایی که مخاطبم پسندیده ولی مفاهیم و یا مسائلی که تلویزیون هم دنبالش بده با هم مماس شده اون موقع چون همه چی بر اساس فضای جامعه تعریف میشد ما مخاطب رو به این نوگراییش داستانهای جدید دوست داشتنش فضاهای مدرن جدید و اینا رو بهش پاسخ میدادیم قاعدتا خودش رو بهتر پیدا میکرد خواسته هاش و و موضوعاتش این الان یه تغییر نگره به وجود اومده یعنی یه تغییر نگرش به اضافه اقتصاد و من شاید فکر میکنم الان بحث مزیت رقابتی نمایش خانگی اینه که خب اقتصادش خیلی چون اقتصاد خصوصی گردش مالیش و اینا همه چیش به اندازه و قاعده اون فضای شکلیست که میخواد و فراهم میکنه برای کارگردانش، عواملش، بازیگرانش در واقع نمایش خانگی به ذاته میتونه الان از ستاره های سینما حتی ستاره های موسیقی یا, یا حتی نمایش خانگی استفاده کنه ولی تلویزیون حتی بودجهش دیگه نداره از اون استفاده کنه حتی بودجهش نداره سوای اینکه حالا این تعامل رخ بدهد یا ندهد بودجهش وجود نداره انقدر این چرخه به وجود آمده اساسا اعتقاد شخصی منه که تلویزیون نیازی به ستاره نداره برخلاف نمایش خانگی چون او مشتری خودشو داره او تغییر نگرش در داستان پردازی و ساخت فضاهای مدرن واجبتر و دقیق تمام تلویزیون دنیا هم همین کار میکنن ستاره در تلویزیون دولتی کمتر حضور دارن در نتفلیکس و کمپانی‌های های این کارو میشه یعنی ستاره سینما میارن ولی در تلویزیون هاشون کمتر به ندرت خیلی ت... اگر خیلی نیاز مبرم باشه تلویزیون ما هم به اعتقاد من این بخشش رو میتونه هست کنه و این که نگاه نوعی به فضاهای داستان پردازیش و کاراکترها و داستانهاش داشته باشه برگرده به همون نگاهی که در دهه هشتاد 80 ش... تا 90 شکل گرفت واقعا میگم اسمم خیلی میشه بردن دا... تو اون فاصله زمانی میشه سریال زیادی نام برد حتی ایجاد فضاهای ماورایی در اون دهه شکل گرفت یعنی یک ژانری که تا حالا اصلا تجربه نشده بود در تلویزیون ایران در پس از انقلاب ژانر ماورایی هم تو همون دهه حتی دو موردش رو بنده با آقای تجربه مستقیم داشتم مسائل روز جدی سیاسی اجتماعی ما در موضوعات سریال قرار گرفت سریال ها سریال های خود سریال های دیگه بحث های اخلاقی و چالش های اخلاقی که جامعه ما به توجه به شرایط روز خودش درگیرشه تو موضوعات سریال قرار گرفت بیننده خودش رو پیدا میکرد الان نسل جدیدی از مخاطبین شکل گرفته <applause> که از های به دنیا آمده دهه هشتاد الان 20 سالشونه یعنی ما از 80 تا 85 این بچه‌هایی که به دنیا اومده الان بین 15 تا 20 سالن با ذائقه‌ای نو و جدید و آمار بالا تقریبا غایبن تو تلویزیون ما خواسته هاشون داستان هایی که میخوان فضا هایی که دوست دارن و اگر به اون رو نگاه دوباره بکنه به نظرم قابلیت رقابت و جنس خودش داره خب من برای این بحث ببندم سوال زده تو هم معتقد به تغییر نگره در تلویزیون هستی؟ خب قطعا ببینید الان معذلی که تلویزیون داره همین نگاه همین نگرشی است که الان موجوده این نگاه اگر عوض نشه فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته قطعا باید به نظرم یه مقدار نگاه ها عوض بشه این نگاه از جامعه عقبه دیگه خیلی از جامعه عقبه بله قطعا از جامعه عقبه و محدودیت هایی که سلیقه‌ایه یعنی بخش سلیقه ایه. و اگر این سلیقه ها بخواد اعمال بشه و بمونه من فکر می کنم که شرایط تر از اینم خواهد شد خب چند سال سالی در کار میکنی توی سینما تلویزیون چند و سن... چه سالی اومدی تو شما باید یادت باشه من یه چیزی یادم ولی <تصفح> میخوام خودت بگی <تصفح> من از سال 69 با فیلم سفر جادویی آقای ابوالحسن داوودی به تهیه کنندگی آقای بیژن امکانیان استاد ما که من شروع کارم رو تقریبا یه جوری مدیون بیژن هستم جا داره که اینجا بگیم و خود آقای داودی که خیلی کار ازش یاد گرفتم با فیلم سفر جادویی چیزی شو دستیار شدی کی با کی آشنا بودی با بیژن آشنا بودی یا با چی نه همایون و امکانیان با هم دوست بودیم من و همایون و